خب. سلام بر یوتیوب سوید اقتصادی هستم امروز با سم داف سلام سلام <applause> آقا من امروز میخوام راجع به سری ایشون مادله اگه میشه چند از اکس پیجشون رو بذار اینجا خب سام من میخوام بپرسم که چجوری یه نفر اصلا میره تو این راه اگه میشه یه خود از خود برامون بگو من برام جالبه که چطوری مثلا پیدا میکنی یا مثلا کار اول یا حتی مثلا نه. برای مج... پولی نه توی این سیستم رفتن برام یه خورده توضیح بده اوکی okay. من الان اول از بکراند خودم یه خیلی بورنگ شد دیگه همین دیگه فهمیدین بچه های خلاصه okay. اینجوری okay. میتونی مدل شین همین چیزی که گفته دقیقا فاده کنی دقیقا چکس خب نه خواهدش رو بگو جوری که من مدلینگ رو شروع کردم با مامان بابام بچه که بودم رفته بودیم که یه دوربین بگیریم کجا اینجا, اینجا بودی یا ایران تو ایران تو اکس باران بود بعد رفته بودیم یه دوربین دروبر سه 4 سالم بود بعد یه عکاس بود اونجا که داشت کار عکاسیش رو شروع میکرد و منو دید گفت که پسر خوشگی دارین میشه ازش عکس بگیرم به من اینو گفتن به خدا دیرو بگیم آن استاد میگم خوشتی پی ماشالله نه من گفتی خیلی خوب تو تکر کردی نه من گفت تو اون ولی رفتی من من یه دو تبلیغم تو ایران گرفتم تبلیغ بانک چه میدونم یکی از این بانک ها بعد دولت اجازه نداد پخشه گفتن که خیلی شاهنشایه پاپیون داشتم و ما هم جیگولی کرده بودم بعد نذاشتم پخشه ولی مثلا میگم من هم توی بروشور یه هتل هستم هم توی دونه عکاسی هم یه دونه تبلیغ درست کردم ولی همه تو، توی سن مثلا ده سالگی تو اون سن ای بعد دیگه فقط غذا خوردم <تصفح> خب من میتونم توی یادم چه مدل نشین خب این از محل <تصفح> دست شما <تصفح> <تصفح> آره بعد مامان بابام قبول کردن اکاسیو کردیم عکس من اون موقع رفت روی بیلبورد تو میرداماد برای خود اکس باران. از اونجا بود که شروع کردم oh, nice. دیدن شروع کردم با مجله کار کردن روی فرانکاور زیاد یعنی یه سری از مجله های معروف ایران بودم سیب سبز ایدال اونات اسمایی که یادم میاد آه... برقه رو دیست کرده بعد از اون طریق دیرکتورا دیدنم یعنی ها بعد دیگه شروع کردم توی فیلم و اینام رفتی تو دو تا فیلم بازی کردم بله اینا خود جدا حساس شد ازی... خب یه چه دونه فیلم, فیلم پسر آدم دختر هوا بود که او تو ایران هنوز تو ایرانی تو ایران okay. تو ایرانی هنوز اه... کارگردان شما جوان یه فیلم خیلی دیدیش نه من هیچ چیز ایرانی نمیشناسم این عجیب ترین چیز منه نه موزیک ایرانی بلدم نه فیلم ایرانی بلدم ولی تو میدیا ایرانی هم یعنی اصلا خود چند سال بیست ای؟ 25 25 اوکی پنج آه... آره بعد اون فیلم رو بازی کردم بعد شه فیلم دیگه بود شبانه روز آه... که اونم فیلم خوبی بود فیلم اولی چی بود اسمش؟ پسر دم دختر هوا فیلم های چیز میخوره ها خنده دار بود ایتیم خیلی میخوره نه 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 بعد ببینیش <تصفح> ای بابا اگه هستی رو یوتیوب اینا تو ببین آره خیلی خنده داره آره شما فیلم می‌بینی یا فیلم هم نمی‌بینی اوکی خیر از اون برم چیز گرفتم بزن صداشون زب کنید که بعدا نزن زیرش <تصفح> آره من خودم تازه چند وقت پیش فیلمو دوباره دیدم الان که بزرگترم تازه فهمیدم جریان چیه <تصفح> خیلی بسرم اینو بگو دیگه ایتا با خودم خانم <applause> آ تو میرداباد که میگی مامان منم آرشگاه صدف رو تو میرداباد داشت okay. اوکی واسه من میرداباد که میگی خیلی تو میرداباد من کانکت بودم و مگه حالا که میکردم میرفتم آرشگاه مامانم اولا چقدر دختر پیکاپ میکردم با آرشگاه مامانم به دختره که میگفتم صدف خانم مامانم اصلا یوسف جون عزیزم من به مامانم گفتم از این تکه کن چون موشونو مجانی میدادم رنگ میورد در صورتشون دخترام ساکاپ سنگین حالا یه داستانه قبل از اینکه این داستان بشه کوچیک بودم رام میدادن تو خب بعد میرفتم تو میشستم دخترها رو وقتی داشتم ماساژ میگرفتن و نگاه میکردم میرفتم اونجا دخترها رو خوابیده بودن کرم همه جاش بمال و فلان من هم میرفتم اونجا نگاه میکردم خیلی محسوم <applause> دلم مثلا یه شیطانی و یه قیافه بیرون می‌دونستم که مثلا بعد محسوم خودم داشتون بدم و اونا من هم میدیدم مثلا این پسر شین این جونه بعد من ای جون عزیز من بغل کرد بعد تا یه روز رو هم که دیگه نه مثلا دیگه دیگه راحت نیستم بعد رفتم یه دونه پرده داشت از همینا بعد میبستنش با دریل داشت همینجا سوراخ کردم حالا با یه پیشونی هم نیده با چی سوراخ کردم ولی باشی سراخ گردم. با چی سوراخ کردم بعد میفتم و بیرون پنجره تو بالکن میشه سمیدم سم بعد تا بود جاگ سمیم چلا پنج درجه آفتاب رو اینجا میچیزم نمی تکن بخوری چون ساعت ماساژ دست من نبود که دست طرف بود بعد یه خواست از اون بالکن لذت این خانوار زیبا رو میبردم مرسی مامان بعد یه روزی رفتم در زنم یه خانم یکی از کارمندا در رو باز کرد و گفت بله گفتم بله چی دیگه توضیح بدم داستان دیدن چی با بگنن. گفت چی میخوای گفتم مامانم گفت و... اوکی درو در بس مامانم گفت جون عزیزم گفتم چه اتفاقی داره میفته من که گفتشون بدن نمیفهمم <تصفح> همه همه روز جهیده او چی شده سر همون چیز همیشگی داستان چیه اون دیگه در 30 سن سن خرج دیگه سن 14 تا ازدواج نمیدیم دیگه نمیشه سنن اما که میاد میبنده دیگه تو بیه تو بعد دیگه اون روز خیلی خیلی روز ناراحت کننده بود تو خونه میمونم صدای ویالون میاد نگاه میکردم ویالون نبود ولی خلاصه از اون گرفتن لذت سال اسلام مرد شد خیلی بعدا رفتیم خب بخش کجا داستان بودیم من را فهم کجا بودیم آره دیگه تو فیلم ها رو گفتیم رو بازی کردم اونا تمام شد یه فیلم جدید هم قرار بود که بازی کنم دیگه تصمیم گرفتم برداری نکنم چی شد؟ یه فیلم بود بازی کردی بعد تصمیم گرفتی نکنی؟ تو فیلم تصمیم گرفتی نکنی؟ تو زندگی تصمیم گرفتی نکنی؟ یا تصمیم گرفتی فیلم رو بازی نکنی؟ فیلم رو بازی نکنی؟ من خیلی دفتی که دو هم تا دیگه بود خب بعد آره. چند دیگه اومدی کانادا 2017 بود سو کلاس هشتم رو تمام کردم اونجا مدرسه علامه تبایی طب میرفتم کلی هم اونجا درس خوندم تو ایران بودم بخ... مامان بابا میخواستن که فوکس کنم روی درس خوندنم به خاطر همین دیگه از کلا بازیگری و مدلینگ اومدم بیرون آها تو ایران یه خورده اومدی عقب بله بله بعد دیگه شروع کردم درس خوندن دبستان تله دارم میرفتم بعدش از اونجا رفتم علامه تبا طب بعد اومدم اینجا کلاس هشتم تمام شده بود بعد میرفتم نهم گذاشتم دهم بعد رفتم آره تو آلبرتا زندگی میکردم گراند پریری بعد اونجا هیچ ایرانی وجود نداره هر هر جا میره همه کانادایی بر همین انگلیسیت خیلی خوب شد بر همین آره خیلی کمک کرد که انگلیسی بهتر بشه من یه ویدیو درست کردم چه انگلیسی یاد بگیرین دقیقا حالا این ایشون زوری رفت تو همون ماهیت من گفتم برو همین ماهیت واسه درست کن آروم آروم گفتم همین ماهیت واسه درست کن تمیز میبینی صفحه اینجا به دنیا اومده به خاطر همین دو اگه میومد اینجا داشت سر ترکی نگاه می میگفت اوه چیپ سر بیا این از این دستن دو تا دو تا زندگی با دا تفاوت یه دونه خارجی داره یه دونه سم خارجی یه دونه سام ایرانی دقیقا بعد خیلی خوبه که این تجربه رو دارم یعنی دفن. از هر بهترین هر دو رو میتونم ببینم بعدیا رو تشخیص بدم و خب خیلی خوبه کلا بچگی کارش تو بهترینا بوده مامان باباش هم بهترینش رو انتخاب کرده بود <applause> عزیز کدومشون به کدوم رفتیم مامان یا بابا آه... من میگم فیزیکم به بابام رفته چرا به مامانه خوش به بابات <applause> واقعا خوش به ریسپکت خب بعد بعد اومدی اومدی کانادا بعدش آره دیگه بعد آره 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 آره. اینجا چی شد اینجا چی اصلا دوباره اتفاقی بود یا دیگه نه گفتی میخوام از تایم برم طرفش اتفاقی بود دوباره دو... که برگشم تو مدلینگ آره. مثلا برای... مو اتفاق داره. <applause> آره. وقتی که اومدم ونکوور اول رفتم اکتینگ سکول رفتم مدرسه آره. بازیگری چی و... یاد میدن توش؟ من خیلی هم سواله من بعد مدرسه بازیگری که رفتم به هر کسی که میبینم یعنی بهشون میگم که اگه حتی بازیگرم نمیخوای بشی یه اکسپرینس خیلی خوبیه که خیلی به کرکترت کمک میکنه که یعنی بفهمی کی هستی به خودت بتونی کنه چی یاد میده؟ یاد میده اکتر خوبی خوبشی یا یاد میده مثلا سر وقت شعب کنی یاد میده اکت کنی چی مثلا میگه مثلا تیر خوری بگی آه بعد میگه نه آت بد بود آت به بهت یاد میده بدون. خودتو بشناسی بخاطر اینکه وقتی خودتو نشناسی نمیتونی خودت جای بقیه بذاری یعنی با بدن خودت خیلی باید کانکتد باشی یعنی قشنگ کلاسایی داشتیم که بعد میافتادیم رو زمین این مار میلولیدیم قشنگ یعنی مثلا ادای عدد... هم... زامبی مثلا همه چی یعنی بیاتی کس می آها یعنی زندگی... یه کاری میکرد که تجربه های تخمی تو زندگی یه بار داشته باشه که اگه توی سن... سین اتفاق افتاد اونجا اونجا دفعه اول نباشه که اوه برام بعد بلولم الان کونم زده بیرون نه این تجربه ها توی کلاس داشته باشه بدنت فهمیدن. یعنی عادت داری یعنی کنترل داری بعد بد نمیگه باشی. مثلا تو نمیتونی پلیس بازی کنی تو بعد دز باشی اینکه میگی خودت بد میشناسونه اینجوری نه کاراکتر خودتو بد میشه حالا تو ها... میتونی آره می دوز باشه آه. اون کاراکتر میتونه پلیس باشه توی فیلم مثلا ببین تو بازیگری چیزی که یاد میگیری اینه که خودتو بعد جای بقیه بذاری این کار باعث میشه که باید ابزرو کنی یعنی همه رو باید نگاه کنی ببینی مردم چی کار میکنن بعد خودتو جای اونا بذاری برای همین باعث میشه که مردم رو خیلی خوب بتونی بشناسی بعد بادی لنگویج یاد میده میتونی وقتی نشستی فقط بدونه که کسی حرف بزنه میتونی بفهمی توی ذهنشون چی میگذره یعنی که با اتفاقی که داره میفته یعنی کلا خیلی شناخت بهتری میتونی از بقیه داشته باشی بعد از این طریق میتونی خاصا میشه الان اکت کنی نه مثلا یه سری کلاس از یارو روز اول دیدی مثلا یا مثلا قیافه یارو اینجا سینم صورت تو با هم دیگه داریم با هم دیگه داد میزنیم تو صورت هم دیگه یعنی چیزایی که قشنگ out of no بعد خیلی خوبه تو یعنی بریکینگ یعنی شخصیت داره الان گرفتم دقیقاً دیوارایی هست که میشه آقا من نمیتونم این کارو بکنم این سین واسه من ساخته نشده من برم توش گم میزنم یا من خوراک این سینم یا اینکه میتونی یاد بگیری و تو زندگی اون. خودت خیلی بهت کمک کنه دقیقاً اون. میتونی یعنی د... وقتی میتونید مردم رو بشناسی خودتو بذاری جای خود اونا میتونی ببینی که حرفایی که میزنی دیلایی که انجام میدی چه شکلی مردم فکر میکنن سایکولوژی کلا اجتماع رو فکر کنم بتونی یاد بده خیلی علی من دو تا چیز میخوام از توی ازت بپرسم توی این دنیا مدل یکی راجع به پول یکی راجع به دختر خب اول میخوام دختر رو بپرسم چون فکر میکنم همه بیشتر دختر دوست دارم مثلا میخوام بیشتر بچه رو گوش بدم آقا نگاه کنید ویدیو تا تدیگی چه واسهش نمیبینین پوینت داره ویدیو دیگه بعدش میبینین تو پوینت که بعد از سگا یا نگاه نکنید دیگه نگاه کنید تا تاش دیگه اینجوری گرافش نگاه مثلا سورسوره هر دفعه خب نگاه کنید تا تاش دیگه همه همین خب واسه همین کلی دارم قول میدم کلی <تصفح> <تصفح> من همیشه وقتی آدمی مثل تو رو میبینم مثلا توی خیابون دارم میرم بعد یهو یکی مثل تو رو میبینم بعد اینجور میزنم بیرانا میگم پسر نها کن چه کسیه پسر نها کن بعد اولش اینکه بهش عجیب بود و اینا که مثلا گفتن چرا نشون میدی به من گفتم خب منم انتظارم تو دختر اونجوری بعد نشون بدی چون من راحت حواسم نیست پیاده واسه همین بعد یه چیزی بگم فکر بعد هر دفعه که من مثلا میگفتم عجب دافیه اون میگفت نه این پسر قیافش دخترونه است به خاطر همین تو خوشت میاد ولی ما دختره از اون قیافه خوشمون نمیاد ما پسرای راف و اینجوری و اونجوری دوست داریم بعد این اتفاق با چندین تا دختر واسه من افتاده که بس. به من اینو گفتن حالا میخوام از چش تو که اون دافی که تو چش منی از خودت بپرسم تو وقتی مثلا میری توی پارتی که مثلا 40 تا دختره 20 تا دختره میریزن سره یا مثلا 3 تا میریزن سره یا اصلا نه چیز خاصی احساس نمیکنی چون من خیلی برم این جالبه چون هر دفعه من یه پسی عجب فاکین دافیه النا میگه نه کجاش دختر بعد این النا رو میتونی با ده تا دختر یه عوض کنی همه همه, همه همین نظر رو داشتن <applause> که مثلا بس قبل تو جوابی از اتاق فرمون بپرسیم که خانم داریم نظر شما چیه شما خب از دوستات که بیشتر گفتن سلیقه اگه سن ولی اگه مثلا دوستات بیشتر دیدی بیشتر سلیقه کدوم وره برگرده به نشنالیتی ولی کسایی که اینجا بزرگ شدن خیلی خوب علاقه به کسایی که مثل سم صورت های بیبی فیس و مثلا یه ذره کسایی که اینجا بزرگ شدن به, به قیافه سم علاقه دارم یعنی ایرانی که اینجا بزرگ شده یا کلا کسایی که مال این طرف عمره آه باز یعنی اینجایی باشی با سم من فکر می‌کنم این تو ایران بیشتر خرش بده که نه چون تو ایران خیلی یونیکه خب فکر آدم که اشتباهی دارم میپرسم حالا خب خب اصلا ایران هم نمیتونم برم آخه فقط تو هستم اصلا ولی نیستم خب نه تو الان بگو خواهد تجربه خودتو بگو من خیلی تو دهن خودت بشم خودت واقعا اکسپرینسی چی بوده تو زندگی اوکی حرفی که زدی خب اگه سلیقه هم هست ولی اینام هم خب خیلی میشنوم بعضی از دختر رو به هم نگاه میکنن احساس میکنم بعضی ازشون واقعا حسودی میکنن بعضی ازشون فقط اینستاگرام هم میبینن بعد فقط به خاطر اون میگن مثلا این شخصیتی نیست که ما بتونیم اپروش کنیم وقتی خودم رو میبینم میگن واو واقعا یه شخصیت دیگه ای هستی. حالا اینو تو دخترها بچه‌ها، دخترایی که خیلی دافن، پسر اکثر ازشون میترسند. حَمت آدمیا پچشون میکنن واسه این دو خطر داشتین بریم پوررو بشه بیا اینجا ببینم بعدا قراره میاد چون میگه باز یکی با من به جون من کار 10 بار کردم همه چیت گزاری چیت گزار آره دیگه پوررو واش خیلی دونی واسه جالب تر خدا یعنی واقعا مردم اهمیت نمیدن نه اصلا بیشترو سرچ کنیم میگه بیا اینجا میگه هیچ چی تا به گفته بیا اینجا می اومد مثلا چی رو کی فاکس می میشه با حرف زنه من این داستانش اصلا همین که تعریف کنم یه رفیق دارم خیلی خجالتیه خیلی نایس گفتم حالی روزه نمیخواستم بگم ولی گفتم خجالت. <applause> بعد هی کل قوی نیستی میگم میشنوی ایت پک داره هر روز میره ورزش هر روز دو ساعت باید ورزش کنه غذاش هر روز یکیه یعنی اصلا بورینگ تنگ آدمی که تو میتونی ببینی بعد یه یه سال پیش من بود از ایران اومده خونه من دیگه زندگی می‌کرد بعد هیچی دختر بازی نمی‌کرد و با من توی استدی خونه بودم که اگه شما شون استفاده نکنی از کار میفته یعنی ضعیف میشه کلا خب گفتم با که خب آقا این مثلا این هم به درد میرسه دیگه چه دختر نمیری خونه باشم من بعدم نمیدونم مثلا یه روز بیام در خونه بازم یه دختر نشسته اینجا مثلا همونجوری که شما دختر بودی آدم لذت میبره از زیبایی دختر بعد هشتری چه ساله رو نمارکن. بعد گفتن <تص> بعد بعد بهش گفتم که مثلا دختر بازی کردن گفت اصلا نیست و این حرفا بعد باش رفتم جیم گفتم من باید میام جیم میگه تو جیم دختر بس خودم پیدا کنی یه دیروز با هم هر روز بریم ورزش کنیم همین چیزی خودت هم میخوای پیدا کن رفتم توی جیم و یه دختر اومد خیلی داف بعد گفتم که مثلا اگه تو 10 درصد زش بودی دختر بودی میشد بعد گفتش که گفتم خب مثلا برو مخ اینو بزن گفت بابا مثلا من حالا روم نمیشه گفتم واسه چی میشه برو حرف بزن میگه نه دیگه میگه برو گم شد عاشقاله تخری دیگه بعد از این بابا حرف بزن خلاص یک ساعت توی جیم من میگم با این حرف بزن برو دیگه اینم هم همین گفت پس این کارو بکنم بز اینو بزنم الان بیزیه وسط سته بزا بره رفت دوش بگیره هی hey هم بهونه میورد تا یه دختره از جیم رفت بیرون دو خیلی جیم رفت بیرون رو دور شد اصلا دیگه دور شد گفتم که تموم شد دیگه دیگه کاری نمیکنه کنید در جزیه گفتم هی دختر رو برگشت کام بعد خیلی کنم کنم یه استوهو کام بعد دختر من اینجا گفتم <laughs> که بیا باش حرف زن بعد اصلا دوستم خواهی کرد گفتم با نیا کن دخترم آدم هم برم خود حرف می داستان چیه ولی خب بازم نفس کاری بکنه تلفن گرفت بعد گفتم چی شد گفت یه تکس دادم من تکس دادم مثلا دو تکس خراب کرده بود دیگه یه تکس دست من نگو بری خب بس این راحت باشیم به خدا دخترم آدم هم به خدا خب کجای داستانمون بودیم آها آه رجی دو دختر قرار بود من بگی که چقدر دختر رو میریزن سره آره نه یعنی مثلا الان بخوایم بریم از سخ میتونی پونزده تا دختر بیاری پونزده تا دختر میشه آورد ولی خب آه... نه ایزی یعنی مثلا تلفن بله بله بل. خب بل. پس میریزن سره بله بله خب بگو دیگه دل ما رو یاد میکنه خود <applause> خود نایست هاشو بگی نه با با تایی دیگ میزنیم بعضی ما <applause> 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 خب <تص> یه, یه داستان خوبی تعریف کن یه دختری که اومده بدگیر داده یه دختر که بلندت کرده تکنیکلی رفتی خونه پراود خوابیدی گفتی من I'm the king of the world میدینی کنون داستان دارم میگن تو مغزت داد باشه <laughs> بی فقط... خب ببین آه... من هیچ وقت من تو تک فرزندم خب تک فرزند که هستی بردار خواهر داری؟ یه خواهر دارم منی مهم نیست بسنم من تک <laughs> 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 آه... وقتی بخلو... من تو خانواده خیلی روم پرشر یعنی خیلی برای ما, ما مهمه که یعنی همه کارامو درست انجام بدم و خیلی وقت بیرون نگذرونم و خیلی بیشتر اوقات تو خونه گربه های خونگی هستی خو... یه یعنی حالت های اون شکلی ولی خب تو بیرونم بودم یعنی هر دو شد فهمیدم یعنی گیره تو بردن گیره دیگه ولی معمولا نیستی که گیره دوندازن آره دیگه <laughs> فهمیدم <laughs> بعد الان چند ساعته؟ بیست و هفت؟ الان بیست سالم بیست؟ بله بله خب پتا یه سال کلابت شروع شده اینجا بله خب خیلی هم لذت نمیبرم از کلاب کلاب خیلی حال بابده به تو الان الان کلاب توه خب خیلی از اوقات مثلا میرم بیرون کلاب مثلا هر از چنگاهی بستگی داره مثلا با کی بری چیکار کنی مثلا it got be a special event ولی همیشه این نمیشه که رفت فقط کلاب که نه ولی پس سازه شروع آره. کردی من فکر کردم سنت بیشتره چون من نپرسیدم چند سالته خب اگه 20 سالته بس حالا حالا ها الان تازه آره. نه اصلا تازه شروع شده یعنی مثلا الان استارتش تازه خیلی خب 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 خب. حالا نظر مالی توضیح بده توی ایران فیلم بازی می‌کنی چقدر پول میدن اون موقع, موقع فکر کنم 4 میلیون یا 6 گرفته بودم اصلا میشه بگو 40 میلیون 50 میلیون الان فکر کنم آره دیگه بهترین 100 میلیون بد نیستش دیسنت دیگه عدد خوبی بوده خوبه برای صحنه‌ای که بازی کردم بد نیست اینجا چی اینجا حالا مدلینگمو اصلا یه جوری دیگه شروع کردم ب... اکتینگ سکولم که رفتم تموم شد اون از اون بعد از اون کنسرت زد بازی بود زد بازی که 呃，呵呵，بعد <پس بار> <ال> بعد شبش من ساعت شیش و نیم تو تخت بودم داشتم آماده میشدم که بخوابم یهو دوستم زنگ میزنه میگه سام خواهرم نمیتونه بیاد امشب کنسرت زدبازیه خواهرم نمیتونه بیاد دوست داری با آمون بیای <اكت> گفتم ای کنسرت زدبازیه زدبازی هم خودم و خیلی دوستم Uh, هنگاشون رو خیلی زیاد گوش میکنم uh, گفتم اوکی okay, ش sure. رفتم اونجا پری گیم رفتیم اون تو خود کنسرت گریت تایم uh, خیلی خوش گذشت اون شب یکی از شبه خاصی بود که خیلی یعنی فان بود رفتم خونه دوستم خونه دوستم برگشتیم خونهشون شب اونجا خوابیدم بودم صبح بیدار شدم خواهرش گفت که من دارم میرم uh, کستینگ ونکوور فشن ویک دوست داری با هم بیای گفتم کجا فشن ویک گفت هفته مد ونکوور رو اینا گفتم اوکی چه شکلی هست گفت ونکوور مگه مد داره همون گفتم ونکوور مگه مد داره تیشرت دنبایی شد مد گفتم مو هم چرب هیچ لباسی ندارم چیکار کنم گفت اوکی لباس رامتین تیم داشتم میدم گفتم اوکی یه لباس داد قشنگ تا این شلوار تموم میشد تیشرت شروع میشد یعنی <applause> 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 <يعني تصفيق> یه, خیلی... یه یه سانت این بود برام خیلی حواسم باید می بود ولی نمیدونم چ... چی باید یعنی چی کار باید بکنم گفتم بریم دیگه رفتیم تو داون تاون بود وایس یه لاین بود همه مدل و حالا همه داف بودن هم داف بودن. هم داف بودن هم بل. یه سری خوب بودن بله بله داف که نه خیلی مثلا منلی فیس داریم اون شکلی هم داریم تو صفه ونکوور فشن ویک بعد یه سری هم میان میگن اینجا چه اتفاق داره اینجا این چی برای میگی مثلا کسینگ ونکوور فشن میگه ای خب منم میام بعد میام با میزدم یو فاکینگ گت ایت تو برسیم باش حرف میزنیم بهش تی... بهشون تیپ میدم مثلا از دفعه دوم به سوم به بعد که خودم مثلا چه شکلیه کسایی که میدیدم بهشون میگفتم که چیکار کنن که شانسشون بره بالاتر ولی برای دفعه بعد چی اول چی می هم... میشه وقتی میرسیم اونجا دفعه اول همون بعد دفعه اول بود همه مدل بودن بعد اومدیم هی تا شیش تا میذاشتن تو آسانسور میرفتن بالا میومد پای میرفتن بالا میومد پای هم میرفتیم می تو نوبت ما شد رفتیم بالا یه اتاقه بود بعد میرفتیم کفشمون رو در می آوردیم سایزمون میزدن یه عکس میگرفتم دفعه اول که رفته بودم تو فکر کردی نه آره جل... می... آه... رو به دیوار وای میسی میاد جلوت عکس میگیره از قیافت و اینو فهمیدم که اگه به دوربین نگاه کنی چه چپ میشه با... <تصفح> آره اینجا بعد با, با, با دیوار پشتش نگاه کنی برای همین اون یه تیپی بود که من همیشه به بقیه میدادم اگه میخوان عکس بگیرن از این میتونن استفاده کنن آه... آره بعد اومد یه عکس گرفت بعد میجر هم کرد سایز زد گفت اوکی برو لاین بایسا حالا قدر چقدر؟ من 5.11 میشه سانتی متر شد الان اینجا خیلی وقت دیگه ایدیتا رو زحمت بکش بزن یوتیوب بزن گوگل بزن 5.11 میشه بعد یه راه بود یعنی بعد اینجا وای میستادی راه میرفت اینجا یعنی نمیدونستی تهش چیه <تصفح> همه اینجا لاین اپ بودن یه نفر میرفت میرفت برمیگشت میرفت برمیگشت میرفت بعد رفتم اونجا دیدم دو تا دختر اون نشستن با گوشیشون بیرون دارن فیلم میگن گفتش که بیا اینجا بگرد بیا اینجا دور برو گفتم اوکی شو که هم را رفتن را نشو رفتم بگشتم دوباره داشتم میرفتم احساس کردم یه چیز دختره گفت همیشه که داره فیلم میگه واسه فیلم... فیلم گفتم ها گفتش هیچی برو برو دوباره نشه گفتم ها گفتش چی بابا بیا برو گفتم اوکی رفتم تمام کردم سی یو گایز گفتم دیگه امکان نداره برم رفتم اون تمام شد کسی هم شکلی بعد همشیر وایساده بودم یه چند ما بعد گفتم دیگه نشد دیگه و یه دوستم بهم تکس داد گفت سام بگو فشن ویک میای گفتم فکر نکنم نه ایمیل نگفتم گفت ایمیل تو چک کن تازه میزنه یه چی کردم سده بود مارلز. بعد کل بو... چیزایی که کاری که باید انجام بدیم و به اون توضیح داده بودن که دیگه از اونجا شروع شد تو ونکوور کارم بعد قبلش ایه ایجنسی گرفته بودم بعد ایجنسی هیچ کاری برای من نمیکرد کرد یعنی با تو پول درصد برداره دقیقا بعد هیچ چیزی که منم کارم این شکلی نبود که وایسم اون من کار بگیرم اون برام درصد بگیره در مدتی که اینو داشتم مثلا حدود 6 ماه کلی کار گرفتم همه رو خودم و هیچ کاری ایجنسی برای من نمیکرد و با ایجنسی اگه 6 ماه کار کنی و کاری برات نکنن میتونی کانترکت که تو کنسل کنی که اونو کنسل کردم بعدش که کنسل کردم یه جایی رفتم به نام فیسز وست This چقدر پول میدادن؟ پول هم بگو که بچه ها بفهمن پول جمال... نمیدن برای ونکوور پول نمیدن. آن بیا کنین همه مجانی. اونا مجانی. ولی وقتی بشناسیشون الان شروع کردن دارن پول میدن کم کم. ولی خب من به خاطر پولش انجام نمیدم این کارو. من بیشتر به خاطر کانکشن هایی که میتونم برقرار کنم. من هر جا میرم اینو میگم یک آه... کوت دارم، متن دارم که خیلی برام با ارزشه. فارسیشو میگم انگلیسیش هم میگم میگه آدمایی که دوستشون داری یعنی عاشقشونی اونایی نیستن که میشناسیشون اونایی که هر روز از بغلشون رد میشی بدون اینکه بشناسیشون و اگه نگاه کنی تو زندگی کسایی که تو دور داری چه شکلی باشون آشنا شدی از همون لحظه ای میاد که از وقت خودت زد... یعنی خاصی که اون طرفو بشناسی درسته درسته برای همین من به خاطر همین سعی میکنم تمام کسایی که میبینم و باشون آشناشم و تا جایی که میتونم درباره اکسپریس که هایی که دارن و کاری که میکنن شخصیت هایی که هستن ازشون یاد بگیرم و بتونم که یک کانکشن خوبی رو باشون برقرار کنم که بتونم کمکشون کنم و بتونیم یک نفر مثل شما نباشه به پول بیاد چند وقت باید برای مدلینگ اون میتونه روی این کانت کنه نه. یا نه مدلینگ که مدلینگ فقط ونکوور فشن نیست مدلینگ بعد ونکوور فشن شروع, شروع, میشه یعنی اون موقعی که وقتی با برندها کار میکنی و بهت پول میدن که بری براشون تو فوتوشوتاشون باشی یعنی که برای مثلا چقدر میدن آمار داری یا هنوز نگرفتی خودت آره دارم بسگی داره مثلا برای 4 ساعت من تا 600 دلار کار کردم دیگه بسگی به پروژهش داره برای چند وقت میخوان از کار استفاده کنن معمولا یه روزه است یا چند روزه است برای فوتوشوت ها یه روزه است یه روزه یه روز است مثلا بین مثلا 200 تا هزار... 200 دلار تا 1000 دلار رنجی که تو میتونی مدل هایر کنی درست میگم اگه بخوای هایر کنی آره بعد یه روز میام فوتوشوت مثلا بعد 4 ساعت بله بعد بسگی به اکسپریانس مدل چقدر مثلا اینفلوئنسر آره برای دیگه بعد مثلا مدلای هستن که میری فوتوشوت انجام میدی مثلا سه اونجا هستی میخوای عکس خوب رو بگیری اگه مدل خوب باشه میری اونجا 10 دقیقه بیشتر اونجا نیست بعد اون موقع مم. پول نمیدی که برای وقت بخوای باش کار کنی برای پروداکت و برای کار نهایی بعد میتونه یه مدل عکس بگیره واسه مثلا یه کمپین بعد بگه من درصد فروش میخوام از دنی... این تف... مثلا بری برای پپسی عکس بگیری بعد بگه هم پپسی فروختی مثلا یه سال آینده ما سنت مثلا از این کارا میشه کرد یا نه مادر میاد عکس میگیریم برو بیرون دیگه عکس با ما ها. نه دیگه پول میده <تصفح> کامپرس کیم بس به دیگه داره یعنی میشه هر دوش بس دیگه که ببندی یعنی کامل ش... تالش یعنی کسی گرفته باشه همچین چیزی نه من فرم... این خودم داشتم شاید فرمای دیگه باشه کامل نفهمیدم چی گفت احتمالاً اونایی که خیلی خفن بزرگ باشن این کارو بتونن مثلا صد درصد مثلا کیم کارش هم بیاد مثلا چه می‌دونم شورت تو رو بفروشه میگه آقا مثلا اینقدر تو میگیرم میگه تو هم میگی اوکی بعد قوی ترین مدلی که خودت تو آن دنیا میدونی که مثلا موفق ترین از نظر مالی کیه تو واقعا اصلا مدلینگ رو به عنوان کار نمیبینم و هیچ ریسپکتی براش ندارم به خدا تو فقط به عنوان یه حالت آرت فرم داری بهش نگاه میکنی یا کانکشن میکنی برای خودم به عنوان بیزنس نگاه میکنم بهش به خاطر اینکه چهره یه چیزی هست که خب خدا داده و خد خدا نده ما ما دستش در نکنه همون شکلی که داریش همون شکلی هم میتونی از دستش بدی یعنی اینو همیشه ما بابا بم میگن و مغزت اگه پر نباشه خب هیچ کاری نمیتونی باش بکنی برای همین خب خیلی برای مهمتره که رو خودم کار کنم و خودم رو بیشتر بشناسم اطلاعات هم رو بیشتر کنم که بتونم خب اما میخوای تو مادرینگ بمونی یا نمیخوای تو, مادرینگ تو مادرینگ مادرینگ دوست دارم آره خیلی کارش هم دوست دارم خب آه... کار جالبیه و تو کار هم خوب هستم اگه بخوام کار دیگه هم داری میکنی؟ در کنارش من الان آه... اکتینگ هم انجام میدم آدیشن میکنم برای اکتینگ بعد الان دارم ادوایزینگ انجام میدم بعد دیگه این بیزنسی که دارم بیاد میکنم تو فایننس فهمیدم خیلی خب بعد الان کسی یه نفر بخواد مادر بشه داره دختر یا پسر چی بهش میگی اگه چیزی که به هیچ ساله خود بگیری تو این دو سال چی یاد گرفتی بهترین چیزشو بگو اگه بخوام مدل شن اینستاگرام و سوشال میدیا این کار رو خیلی راحت کرده بر مردم که این چند رو داشته باشن که بتونن مدل باشن امه. که میتونن یا اینفلون یعنی سوشال میدیا مدل باشن یا یعنی اینکه میتونن مدل مثلا تبلیغاتی. تبلیغاتی باشن برای تبلیغاتی خب ریکوایرمنت هست یعنی چیزای از استانداردهایی هست که باید خب بهشون باشه. داشته, باشی یکیشون قده برای دختر رو مثلا 5 فوت 7 میشه که آه... هم قدر تو تقریبا باشه نه دیگه یه ذره یه ذره آره. بعد برای پسرم هم 6 فوت 2 او بس من کاتو میک میکنم 6 فوت 2 ایوه داره. آره. بعد من نمی کنم بازی قدم ولی تو ونکوور حالا اونقدر بزرگتر نیست تو مثلا بعد تو اینداستری خیلی هم بستگی به خوب کانکشنات داره یعنی هر چی آدم بیشتر بشناسی بیشتر میتونن از استفاده کنن و خب دی یه سرویسی اونا دارن یه سرویسی تو داری با همدیگه دیگه میتونین اکسچنج کنین یعنی با هم دیگه کمک کنین میدونین آم... کسایی که میخوان شروع کنن همون میگفتم توی تو اینستاگرام خب خیلی راحت تره میتونن ستاپ خوبی بگیرن با یه رینگ لایت میتونن داشته باشن میتونن با کارهای روزمرهشون شروع کنن مردم خیلی دوست دارن که فقط بشینن حرفای مردم رو گوش کنن ببینن چیکار دارن میکنن اد... نه عادتمون شده آره همه شکلی خوب وقتی میبینیم که اول باید ببینیم که خودمون چه شکلی هستیم یعنی من وقتی میرم تو گوشیم چیکار میکنم سایکولوژی خودم چیه یعنی فقط میرم همشه دی... سوایب میکنم چه چیزایی دوست داری دوست دارم چی باعث میشه که دوستش داشته باشم اونا رو یاد بگیری خود انجام بدی و اونو میبینی خب اوکی این منم هم این اینه بعد فکر میکنی به مردم میگی خب اوکی اگه مثلا من اینو دوست دارم شاید مثلا بسه به بس به نظر من شاید آدمایی باشن که مثلا هم نظر مثلا من, مثلا من الان یه پسر هست توی ایران قضا ل... مزه تست میکنه امه. اسمش میلاد تیستره بعد اون اومد الان این پسرایی که توی نم ترکیه از کجا غذای گنده درست میکنه اومده اونو کپی کرده و مثلا امروز 300 لیتر مثلا آب شاتوت درست کرد من گفتم هیچ کی مثلا انقدر درست نکرده دمشکه. من کار اینجوری میکنه بعد خوبم گرفته حالت مثلا کپی کرده ولی کاملا حقش شد یعنی دمش گرم تو داری میگی برو از یکی یاد بگیر اون رو که توش میتونی توش بکنی خوبی اینم آره میفهمم خب پس یعنی برو ببین مردم چی میخوان یعنی یاد بگی چون تکنیکلی مدلینگ هم یاد اکتینگ دیگه دقیقا. در واقع برو اکتشو یاد بگی بعد الان من دارم از بخش مارکتینگ و بیزنسش میگم یعنی اون کار رو وقتی فهمیدی که چی میخوان خب میتونی یه فالوینگی داشته باشی یعنی کسایی هستن که خاطر اینکه چیزی که علاقه بهش داری آریدی فالوت میکنن خب شاید چیزای دیگه هم باشه که مثلا بهش علاقه داشته باشن. برای همین که میخوان مدل بشن خب با همین فیلم های این شکلی میتونن خب چهرهشون رو یعنی بذارن بیرون و از اون راه بیشتر فالوور داشته باشن بعد میتونن کاملا پیجشون رو تغییر بدن به فقط عکسای خودشون الان می میتونم بپرسم ایمپرشن پیج چقدر بوده توی ماه گذشته من انقدر حال میکنم با اینستاگرام بچه های معروف همیشه میرم فوزونی میکنم علیرضا همیشه میترسه به دستم علیرضا جی جی همیشه میگه تو دیموزی همیشه مثلا یه به همه فش بدم یه مثلا یه عکس لخ بزنم ولی نمیدونم فکر می‌کنم فکر چهار تا دارم ولی حق um, چهار میلیون و صد هزار تا ایمپریشن توی 90 روز قوی؟ خیلی قوی؟ خب آقا حالا این داستان خیلی جا. من دارم که ما توی دنیا که بازی زندگی میکنیم دنیا بازی و دنیا واقعی نیست بعد یک دلیلی که مثلا من این باور دارم اینکه که دیدی بهش فکر می‌کنی سرت میاد یا مثلا اتفاق میفته خیلی جالبه این موضوع به من یه دونه ویدیو درست کردم با بهزاد لیتو نمیدونم چقدر یک سال پیش که توی این ما با همین بازی میکنی بازی 5 ثانیه من یه سوال میپرسم باید سه تا جواب بده تو 5 ثانیه بعد فکر کن تو تمام حرفایی که میتونه من بزنه سام وقتی میاد اینجا میگه که آقا من دیدم توی ویدیو درست کردی با لیتو که توش این سوالا میپرسی مثلا اگه میشه این سوالا رو از من نپرس همه شما دیگه میدونید من 250 تا اپیزود درست کردم یه بار تا اینو نیده بودین اینجا اینا ها اینا داره چیکار میکنه اینجا اینا همون روش سوالا رو من آوردم واسه همون بازی با ایشون بازی بکنم بعد اصلا نگاه کنا البته خب اینا چیز نیستش نه خیلی به قول معروف پی جی همه چی خوبه ای آی هم همه سوال رو کریت کرده منم نخوندم رو به ای آی بازی رو توضیح دادم بعد گفتم سوال های رو بده گفت من کار این توی نمی کنم گفتم اوکی not safe for work بکن گفت من این کسا کار این گفتم با 18 plus گفت نمی کنم دیگه ای آی دیگه همه سخار گفت من نمی کنم خیلی خوب فانی بگو بگو اوکی شوی کرد شو. <applause> حالا ببینیم فانی ای آی ولی بیادمی نباشه چیه همونش نمی خود خواستی دیگه گفتیم بیاد ببین نباشه دیگه ای, آی هم به با... من <laughs> ای ای من اون کار کردم خب حالا میخوام بعد بازی سه, سو... سه, تا چیز بعد جواب تو 5 ثانیه میشه وقت نداری خلاصه چیز تو ج... حواسو جمع کن بگو سه تا کاری که تو استخ نباید کرد چیش سکس شیرجه تو کمو قبول میکنین قبول میکنین خوبم بود من هر کردم <laughs> خب سه تا استفاده دیگه واسه پوست موز چیه دندون <تصفح> تمیز کردن دندون خیلی خب پوش. پنج تموم ولی وای این اصلا قیافت سوال نا کن ولی کلا ای آی سه تا راهی که میشه خوراکی برد توی سینما اوکی میذاری توی لباست به تو شرباره میگو تو شورتت همه خیلی با هم فرق باشه همون دستان بهزاد شد اگه میشه اون سحنه بهزاد اینجا بذار سه تا جایی رو که لیس میزنی ممه پستون وسط دوتایی قبلی ممه و وسط همه شو یکیش کجا گردن ممه تمام شد دیگه پنی سایت دست دادی ریدم شد سه تا دلیل چی؟ سه تا دلیل چیری که دیر رسیدی به مهمونی تو طرفی گی کردم خیلی منطقی بود خیلی, خیلی منطقی بود <تصفح> دختره تو کشید دختره تو قوی این قوی اینو میپذیری این سه تا خوش دینگ دینگ اگه داره سه تا <تصفح> اس بگو واسه ماهی یه دونه ماهی گرفتی میخوای بسیش اس بذاری سایمون سینی نفسی <تصفح> 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 رفت توی ایت اتفاقی نه میشه گولد فیش بس این سه تا چیزی که نباید توی دیت اول بگی میدی میخوری میدی 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 یکیش پوله یکیش گوله یکیش دوست همهش میدیه هیچی نه بگیدی جمعه من بودم مذارت میخوام این دونه خودم کردم تو بازی این آدمه بی جمعه پیک می پیک می من نمیتونم بگم آره گفت حلقه این تو چیزه تو خیلی معدب بودی بگو خود اصلا بگو سه تا چیزی که نمیتونی دیتا خیلی خواهد سه تا استفاده دیگه رابر داک خیلی از دخترها دیدم میذارن روی کاپوت ماشینش کاپوت کنه روی دش ماشینش اوکی تو همومت الटरनेटیو اون که اصلا اصلشه صدا هم میده خوبه خوبه اینو سه تا کاری که میکردی اگه میتونستی غیب بشی بله بله همه چه میرفتم یکی از سوالگاهی تو به مکس بوده چراق جادو میگه آرزو کن میگه آرزو میکنم یه میلیون آرزو این دیگه این دوزه میلیون آرزو سه تا استفاده دیگه دستمان توالت بگو دور دهنتو تمیز کنی دیوار تمیز کنی پرت کنی کنی عشق یه جوری که یارو داره گریه میکنه سه تا رای که تلفونی که اشتباهی به زنگ رو جواب بدی جیغی میکنم بای سوال میکنم میگم دو روزش بپرسم بعد دیگه پرت مطمئنه uh, okay. وقت تموم شد من خودم توی کالج که بودم یه تلفن بود اون وسط زنگ می‌خورد یعنی می‌تونی زنگ بزنی به مردم مامات زنی بیاد پیکاپ کنه تو مثل شما لش نبود همه چی داشتشون تو کونه بعد uh, که که مثلا من زنگ مامانم مامانم خونه نبود و مامانم که یه میسکال داره بعد زنگ می‌زد کالج و زنگ می‌زد تلفن واسه بود دینگ دینگ زنگ می‌زد بعد هر وقت زرمیزا برم برمیدم خب بعد بنشم بند به تمام زندگی من تو کار اونجا داشتم و همیشم همیشم با خودم میگم ثانکس فور کالینگ پناگو هاو می یوتیک اوردر بعد یه پیتزا فروشی بودم که مرسی زنگ زدن پیتزا فروشی چه پیتزایی می خوای بیا رو قفر نکرد میگفت یکی اونجا زنگ زده بعد خب چیکار کنم حالا پیتزا چی می بعد کارم چیز داشتم دیگه یارو چرا کسی به من زنگ زده و اینا خیلی خنده‌دار بود ولی با این چهجوری می تونم پیتزاتون بگم واقعا اش کردیم یه بارم یکی اسکلوم که شروع کرد آرده دادن گفتم چی پیتزا میخوای گو پپرونی یعنی فهمید من دارم رفت خیلی خندیدیم با دیگه یعنی یه تایپ خودمو زنگ زدم با یکی خودم گوش کردم آقا چرا حرف بد نمیزنه ای آی یعنی دیگه چقدر بهت کمک تو حساب کنه ایا تو اصلا فهمون که من گاو نمیفهمم یه چیزی که من از ایا فهمیدم میگم مثلا دیروز متن نوشتم خواستم با چین یه بیزنس بکنم بعد خیلی نه من رو مثلا بشینم بخوام ایمپرس کنم یارو رو ولی خیلی قشنگ نشستم سلام هستم من جمشید این جنسو میخوام اینطوری اینطوری ما داستانمون اینه بک‌گراند اون میگم اینجوریه یه قیمت ما بده بعد گفتم حالا که هستش بذار بکنیم دادم بشونم داده من دادم با, با یه کارخونه صحبت میکنم اینو رسمیش کنم واسه من یه چیزی نوش فرق میگن بفرما به تمرگود این فرق تو کسننت با پیتزا میخوری بود <laughs> چه اتفاقی داره میافته آقا خلاصه دیگه من ریزه رو فرستم به فکت به گفتم به بیزنس کنم چجوری چه جوری میشه چیز این رو خوره بهتر کن بعد یه جوری نوشت و مثلا یه جا یه چیزی رو منظور داشتم گفتم بودم مثلا به من بگو که تا با کانادا و آمریکا قبلا بیزنس کردین یا نه همین بعد اینو برشه بود توضیح داده بود داده بود من میخوام ببینم که شما بلدین شیپ کنین به آمریکا و کانادا اگه بلدین تجربه دارین از آدم های شما استفاده کنیم اگه ندارین من دنبال که سیگه باشم چون نمیخوام دفعه اولت با من بریاد یاد بگیری میفرست به من خودم عقب نرسیده بود که من برای این ازش میپرسم برای آمریکا کانادا من فقط چوسی مدادم که مثلا کار کردین یا فقط من دفعه اولم من چری پرسیده بودم <تصفح> اون اونو با شعوری کرده بود من بودم خجالت <تصفح> کشیدم نسبتش خاصه من اونجا فهمیدم که واقعا گاو گاوم و مرسی که شما به یک گاو عشق نشون دادین روز خوبی داشته باشین چکس